سلام بر شما در فراخبر. انتقاد از برپا نشدن قانون اساسی و قوانین دیگر در کشور و اما پاسخ در برابر آن. مولوی هبت الله آخونزاده رهبر امارت اسلامی در دیدار با شماری از والیان در قندهار گفته است که راه حل تمامی چالش ها را میتوان در قوانین شرعی جست و در حکومت سرپرست تنها قوانین شرعی قابل اجراست. قوانین شرعی چیست؟ مراجع اجرایی شدن قوانین شرعی کدام است؟ و آیا قانون بشری مهم نیست؟ اینها و بیشتر در فراخبر. روی همین موضوع بیشتر بحث میکنیم با مهمانان برنامه، آقایان عبدالشکر دادرس حقوقدان و مولوی عبدالقادر قانت عالم دین. مهمانان عزیز سلام بر شما، به برنامه خوش آمدیم. آقای قانت، در خبرنامه ای که سوی امارت اسلامی پخش شده به نقل از رهبر امارت اسلامی آمده است که پس از این تمامی فیصله ها بر بنیاد در کشور بر بنیاد شریعت اسلامی باشند، برداشت شما چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، در قدمی نخست سلام به شما و جنابی رسیب و تمام بینندگانتون، سلام علیکم و رحمت الله. ببینین دین مبین اسلام تمام عباد بشریت و انسانیت، مثلا تمام عباد شب بررسی کرده. وقتی که رهبر امارت اسلامی میگه که در افغانستان قانون جز قانون شرعی دیگه هیچ قانون قابل اعتبار نیست، قابل اعتبار اعتماد نیست، و الحمدلله ما مسلمانیم و باورهای ملت مسلمان افغانستان است. در حقیقت اگر ما طبق قانون اسلام تمام مثلا که کارکرده های خود حکومت داری خود ما پیش ببریم، در جامعه اسلامی گفته میتونیم که هیچ نوع مشکلاتی نخواهد. چرا که اسلام برای تمام بشریت عرض قائل است. ما آیه قرآن کریم داریم که ولقد کرمنا بنی آدم، به تحقیق الله جل زمت هم کرم این شرافت من گردنده بنی آدم انسانه. وسایر قانونی که مثلا در گذشته ها قانونی که در افغانستان بود یا به نام قانون اساسی، اگر یگان ماده هاش که مخالف آموزهای دین بود یا نبود، دیگه قانون ها مطابق شریعت غرای محمدی بود، ماده سیمی قانون اساسی افغانستان که به همگی معلوم است. و در مجموع میاییم که سری بس میکنیم که سری تطبیق شریعت اسلامی، و ما طرفدار تطبیق شریعت اسلامی واقعی هستیم و امون شریعت امون تطبیق ما خواهان هستیم که الله و رسول الله او را گفتگیست و شریعت اسلامی او را گفتگیست، با امیدی که امون شریعت اصیل و ما احکامات دین مبین اسلام کس ما دو چیزی داریم در روشنوی، اما دو چیزی تمام برنامه ها و زندگی خدا به پیش می بریم، اما نا کتاب خدا و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اگر مطابق اینمی شریعت اسلامی کتاب خدا و سنت پیغمبر در جامعه اسلامی حکام اسلامی مثلا عمل کنن و قانون اسلامی را مثلا تنفیذ بکنن، انشاءالله که در جامعه اسلامی هیچ نوع مشکلاتی به شما آقای خانت برمیگردم و جزئیاتش میپرسم که چطور شریعت اسلامی تطبیق میشه. آقای دادرس، شما حقوقدان هستین و سالها کار کردین و دخیل بودین در حکومت‌های گذشته و در خیلی از موارد مشوره ها دادین، و رهبر امارت اسلامی بر اجرای ساختن قوانین اسلامی تاکید ورزیده و قوانین بشری را به اعتبار خوانده، برداشت چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. برای شما و برای میهمان محترم و کسانی که صحبت های مرا میشنوا، برای همه سلام و احترامات خود تقدیم میکنم. اصلا ما با یقیده هستم که قواعد اسلامی یا حقوق اسلام تمام موضوعاتی که به نفع بشر باشه و یا به ضررش آن را تفکیک میکنه، برای مفادش کوشش میکنه که تدویق شوه و به ضررش که باشه او را نفی میکنه. بناهن ما با یقیده استم که اصلا صرف در موارد دینی مسائل استن که اگر با اساسات دین وفق نداشته باشه یقینا قابل قبول نیست. ولی میایم به معاملات، میایم به جزا و مجازات، میایم به حقوق جزا، حقوق اسلام حقوق جزا داره.
حقوق جزا وقتی که میگم حقوق جزا به این معنا که امیدانه که قانون جزا داشته باشه و قانون جزا چرا تصنیف میکنه و چرا میخواهی که برای بشریت اعلان کنه به این معنا که چی وقت یک شخص مجازات میشه و چی وقت یک شخص در مجازات مسئول میباشه. به این اساس صحبتهایی که شده ما به یقیده هستم که اسلام و عقاید اسلامی و حقوق اسلام اصلا علیه بشریت نیست. پس هر آن عملی که بگونه مثال ما دساتیر تبابت را به نفع بشریت میدانیم، به هیچ وجه اسلام دساتیر و موازین و قانون تبابت را منتفی نمیدانه. بنان تسخیر طبیعت، تسخیر کیهان، ای همه به نفع بشریت است و به هیچ صورت چیزی که به نفع بشریت باشه قواعد اسلامی او را منتفی نمیدانه. بنان در افغانستانم شما اگر کود مدنی افغانستان را مطالعه کنید، شما باور کنید که تمام کود مدنی افغانستان را که مطالعه میکنید میگین که فقه هستن و معاملات مدنی و معاملات حقوقی از اینجا گرفته شده در کود. پس بناهن ما هم در فضای زندگی میکنیم، در جای زندگی میکنیم که واقعا اونجا حقوق اسلام حاکم است و تمام قوانینی که بر مبنای حقوق اسلام تدوین شده باشه هیچ مشکل وجود ندارد. آقای دادرسی، یک موضوع را از زبان شما میخوایم بفهمم که قوانین وضعی که در گذشته ساخته شد و تنفیذ شد، مثلا در ماده سوم قانون اساسی که جناب مولای صاحب اشاره داشتند که در اونجا آمده که در افغانستان هیچ قانونی نمیتونه مخالف معتقدات و احکام مقدس اسلام باشه، ولی در همین اعلامیه که از سوی رهبر امارت اسلامی که حالا پخش شده، در 20 سال گذشته بر ضد نظام اسلامی و شریعت تبلیغات زیاد شده، اکنون قوانینی که از طرف مردم ساخته شده است قابل تطبیق نیست. اولی ارزی مایستن که خب ما هم عقیده مایستن که بعضی قوانین ترجمه شده. بگونه مثال امی قانونی که خشونت علیه زن ما مطالعه میکنیم، اینجی هم از یک لحاظ انعنات افغانی مطرح است و از جانب دیگه حقوق اسلام حاکم است. در اونجا بعضی مسائل بودن که امی استه فامیلی را بسیار ضعیف در نظر میگیریم، به این معنی که شما و شما من حیث یک افغان ایره میپذیریم امکان نداره در خانه خشونت های موقتی و زودگذر به وجود نبیاید. اگر هر لحظه ما زوجین را در برابر هم ایستاد کنیم یا اولاد را در برابر والدین، و والدین خو حق داره که اولادای خود تعدیب بکنه، بنان در این حالت باز امو هسته فامیلی خراب میشه. ما با او قانون زیاد موافق نبودم، در مو وقتم گفتم عالی میگم یا قانون مواد مخدر. ما در اونجا یک قسم خو حالت های اصلا که بعضی قوانین ترجمه شده که اونجا نوشته نکرده بودم، مثلا که در قانون اساسی نوشته، قانون اساسی، کود جزا، قانون جزا، قانون مدنی، اصولنامه های افغانستان همینا دهه ها برش کار شده و ساخته شده، در حکومت های مختلف قوانین خودشان داشته. آیا اینا در چارچوکات اسلام نبودن؟ بالکل بالکل بودن. امی آلی هم در محاکم و در دوره قبلی امارت اسلامی اصولنامه اداری محاکم عدلی، اصولنامه حقوقی اینا نافذ بودن و تا اکنون نافذ و فعلا نماز پیشان استفاده بودن. اما اینها را ساخته دست بشر میخوانن؟ نه اصلا یک قسم نیستن. ساخته دست بشر به این معنا هستند که اگر از مفاهیم کلی حقوق اسلام برایم، از مفاهیم کلی حقوق اسلام برایم که اصلا نظم و امن جامعه را تامین میکنه، حقوق بشر را تامین میکنه، در وقت باز ما میگیم که از محتوای کلی حقوق اسلام برآمدیم. به هیچ صورت وقتی که محتوای کلی حقوق اسلام نقص نشوه، هر موازین، تمام مقررات، موازین، قوانین که بر مبنا و بر اصل قواعد اسلامی تدوین شده باشه مشکل وجود نداره. بسیار زیاد تشکر جناب مولوی صاحب. از زمانی که امارت اسلامی روی کار آمده و پیش از اینم بارها، دغدغه اصلیش و
نظام اسلامی در افغانستان بوده و تطبیق شریعت و بارها ما و شما میشنویم همیشه در فرمان ها بوده، شما طرفدار تطبیق شریعت اسلامی واقعی هستین پیشتر گفتین، دیدگاه شما در همین رابطه چی است؟ ببینید جناب سپر صاحب، ما قبلا گفتم که ما اسلام نسبت به هیچ کس ندیم. اسلام 14 صد قرن پیش به ما آمده است و احکام اسلام تا به روز قیامت الی یوم القیامه جاری است. در گذشته ها هم علمای افغانستان و مرد ملت افغانستان خواهان تنفیذ احکام شریعت بود، ولی بله که در قانون اساسی گنجانده شده بود که هیچ عمل مخالف شریعت غرای محمدی در تضاد با اسلام نمی باشد، ولی این قانون جنبه عملی نداشت. در گذشته ها مثلا طبق احکام دینی مبین اسلام کسی مجازات نمیشید، به همه که ما شما معلوم است. یعنی میخوایم بگین در تاق نسیان گذاشته شده؟ در تاق نسیان گذاشته شده بود. حالا هم ما با جرات گفته میتونیم که در 12 ماهی که امارت اسلامی حاکم شده تا هنوز طبق شریعت غرای محمدی صلی الله علیه و سلم مجرمین مجازات نشده. اگر مجرمین مطابق شریعت اسلامی مجازات شده، امروز زندانهای ما مملو از بندی ها و از محبس. خب چطور باید اجرا میشد؟ ببینیم اسلام برای قاتل جزا تعیین کرده، بله، که همانا قصاص است و در قاتل قصاص شده و بعد عف و گذشت هم در اسلام آمدگی است که برای وارثه مقتول گفته شده و تشویق و ترغیب شده که عف و گذشت شده. اسلام برای کسی که مثلا ظلم میکنه، تعدی میکنه، اسلام برای او مثلا حق و مجازات مثلا تعیین کرده. حتی ما حدیثی را دیدم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید که شما بر روی یک شخص نزنید، این می زدن بر رو موضوع کرامت انسانی است. این حتی اسلام منع کرده زدنی بر رو را. ببینید اگر ما معنای اسلام یا معنای ایمان و مؤمن بدنه درک کنیم بفهمیم الحمدلله مگه مسلمان هستیم. اسلام به معنای سلامتی، ایمان به معنای امن و امان. دین اسلام تمام برنامه هاش، تمام ارشاداتش که او را الله و رسول خدا مثلا شاری دین خدا و رسول است، نه آن چیزی را که خدا گفته و آن چیزی را که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفته، تمام ای برای مسئولیت بشریت است. او در شریعت اسلامی برای مجرمین جزا تعیین شده، ولی متاسفانه سری میم که تا هنوز هیچ مجرمی طبق احکام شریعت اسلامی مجازا شده نشده. ما در گذشته ها هم میگفتیم که تنفیز احکام شریعت، بله، تنفیز احکام شریعت هم حد و حدود است. مثلا قاتل قصاص شده، زانی مثلا رجم بشه، یا مثلا کسی که اختطاف میکنه، کسی که اینو آن میکنه، اینه ای با دار بخته شده. یعنی میخواییم بگه اینکه تایی مراحل شده؟ نه اسلام ببینیم، اسلام با ما همه چیز را 14 سال پیش گفته. حاکمان اسلامی مسئول هستند. وقتی ما خلیفه روی زمینیم، انسانها در روی زمین خلیفه خداوند هستند. حاکمان اسلامی مسئول هستند که احکام اسلامی را در جامعه اسلامی بدون کدام نوع تبعیض، برتریت، اولویت جویی باید که بر بالای همه انسانها و هم ملت و مردمی که در اونجا زندگی میکنه هم مساویانه تطبیق بکنه. ولی متاسفانه که در آل حرف از اسلام زده میشه، ولی عمل کردی ما به اسلام نمیمون. ما میگیم که بارها فرمانای صادر شده، مردم افغانستان الحمدلله مسلمان هستند و برای محکم به دین مبین اسلام دارن و خواهان تطبیق شریعت غرای محمدی و شریعت ناب اسلامی هستیم، ولی خدا کنه که این شریعت تطبیق شده، تنفیذ شده و مجرمین طبق شریعت اسلامی مجازات شده. اگر وقتی که ما میگیم حکومت داری ما مطابق ارشادات دینی و احکام دینی مبین اسلام باشه، جناب سپر صاحب در جامعه هر چیزی می باشه، امن می باشه، امنیت می باشه، عدالت می باشه، اقتصاد می باشه، هر چیزی می باشه. چرا؟ اسلام برای همه چیزی ما برنامه داره. مثلا برای امنیت ما اسلام برنامه داره، برای مثلا حریت ما. هر انسان مسلمان آزاد است، هر انسان آزاد است. لا اکراه فی الدین، در دین اسلام مثلا اکراه و جبر نیست که تو یک آدم به زور به دین مبین اسلام شرف کنی. این که سخت گرانه باشه نیست؟ نه، در یک لا اکراه فی الدین. تو نمیتونی سر یک مثلا هندو، سر یک مشرک، سر یک
کسی یهودی مثلا کسی به زور و با اکراه بوره بگه تو کلمه بخون. اینی در اسلام اسلام دیگه تطبیق عدالت اسلامی در کشور اسلامی بسیار مهم است که اگر عدالت اسلامی در کشور اسلامی تطبیق شود من مطمئنم براتون گفته میتونم که هم حکومت داری این عدالت اسلامی بر مبنای شریعت غیرای محمدی در کشور اسلامی اگر تطبیق شود و علال خود در کشور ما که سالها به خاطر اسلام و تنفیذ احکام شریعت می جنگیم اگر واقع حکومت و قانون اسلامی مقررات واقعی اسلامی تنفیذ شود ما مزید نبا مشکلی نخواهیم داشت. آقای دادرس در 28 دل و سال 1400 اتحادیه اروپا گفت که طالبان وعده احترام به قانون اساسی کنونی و دیگر قوانین را دادن و شما در صحبتهایتان همیشه اشاراتتان به انتقاداتتان حتی به امارت اسلامی همین است که باید در همین مدتی که گذشت باید روشن میشد که تکلیف قانون اساسی و حالا ما چندین بار شنیدیم مثلا در پیام ایدی رهبر امارت اسلامی همین بود که نظام 100% اسلامی در آینده نزدیک تطبیق میشه و حالا گفتن که باید تمامی فیصله ها بر اساس شریعت اسلامی صورت گیرد و هیچ اعتراضی هم در آن نمیشود. پس از این فکر میکنید که کشور از این وضعیت بیرون بکنیم و هم در داخل رضایت ها به دست بیاید و هم بتانیم در سطح جهانی یک حکومتی باشه که بتاند با روابط بین دول بازی هایی که با قدرت های بزرگ یا کشور هاست انجام بتن و حکومت داری خوب پیش بره چه باید شود؟ ببینید اگر ما قواعد اسلامی را درست درک بکنیم به گونه مثال می خواهیم که کسی مرتکب یک جرم شده چند سال قبل ما نمیتونستیم که نشانی انگشت مطالعه بکنیم چند سال قبل ما نمیتونستیم که انبیه چشم مطالعه بکنیم چند سال قبل ما دی این ای را مطالعه کرده نمیتونستیم بسیار برای ما مشکل بود ولی به هیچ صورت اسلام مخالف از این نیستن که اگر علم انکشاف میکنه و امروز توسط تکنولوژی ماشین درخسنج او را میسنجه ماشین است که اگر کسی دروغ میگه گرافشان بالا میره این کلش برکت تکنولوژی است و تکنولوژی را به هیچ صورت حقوق اسلام رد نکده بناهن اگر برای تثبیت متهم ما بتانیم از وسایل و تکنولوژی امروزه استفاده کنیم قطعا حقوق اسلامی را رد نمی کنه ولی ما کریمینال تکنیک باید بخوانیم دیگه کریمینال تکنیک یک قانون است کریمینال تکنیک یک مضمون است یعنی از صحبت ها به این معنی است که ما شریعت 100% یا اسلام 100% این به این معنی است ببینید در حدود می آیم کسانی که مسائل دینی را خوانده خوب میفهمند اگر ما بخوایم که کسی سارق است دزد است شما خبر دارین به چه اندازه دزدی کرده آیا اشتباه بود او میگه من شریک بودم ضرورت ها چطور مطرح میشه این کل از کجا گرفتن اشتباه کردن که از ماست برادر در دارایی برادر بردن پدر از بچه را پدر خود میتونه که از بچه را ببره بچه دزدی کرد وقتی که همین شبه داخل شد سرقت حدش از بین میره بینان میایم به تعذیر در تمام مواد قوانین افغانستان نوشته است در صورتی که حدود تطبیق نشود بینان جزای تعذیری و تعذیرات ما در قواعد فقهی داریم تعذیرات ما در حقوق اسلام داریم بینان یک چیز مشکل است که به فهم ما ارتباط داره ما امی عالی میگم که ما اگر حقوق اسلام تدبیق کنیم نمیتونیم که کریمینالوژی را منتفی کنیم اگر ما حقوق اسلام را تدبیق کنیم ما نمیتونیم که طب عدلی را منتفی کنیم بنان ما امروز حقوق اسلام را بهتر تدبیق میکنیم هرچی که تکنولوژی پیش بره ما با تکنولوژی با استفاده از تکنولوژی ما میتونیم که زودتر تمامی امی حدود حالتهای کوتاه‌الطریقی حالتش فرق میکنه متوجه استنی یا داخل شدن به دار با حالتی که خدا نخواسته یک کسی از عقیده خود میگرده شما بفهمین قطعا در حدود عجله نشده که تطبیق شوه در حدود در تطبیقش عجله نیستن در حدود گفته که اگر میتانه بهترین قاضی کدام قاضی است که حدود را توسط شبهات
دفع کنه. نه که آجل آماد حقوقه، حتی میگه تا وقتی که به حاکم شهر نرسیده، یعنی به قاضی نرسیده، شفاعتم قابل قبول است. چرا؟ از هدف حقوق اسلام اصلاح جامعه است. بینانی کلشان محترم ارتباط به این داره که ما چطور میتانیم حقوق اسلام را درک کنیم، حقوق اسلام با تکنولوژی امروز وفق بیتیم. به هیچ صورت قطعا، مثلا قانون مدنی، قانون جزایی وقت مرحوم داود خان 1355، اصولنامه هایی که ما با شما امی فعلا نافذ است. ما امروز محکمه رفته بودم، ما در مورد زامین گپ بودن، ما گفتم امی زامین مسائل حبسش دستی ابو کسی که در اونجی بودن کتاب کشیدن، گفت بله ها و در قوانون ما هم هستن که بعضن در وقت ضرورت زامینه خلاص شد دیگه. یعنی اسلام، حقوق اسلام و اگر قوانین مخالف قواعد اسلامی باشه، اما قسم که گفته شده ما و شما کل ما مخالفش هستیم. سپاسگزارم. آقای کانت، یکی از باشندگان ننگرهار و یکی از باشندگان کابل گفتند که الحمدلله ما مسلمان بودیم و هستیم، همونطور که شما هم گفتین، از قوانین شرعی انکار نمی کنیم و نه هم می گوییم که قوانین اسلامی را قبول نداریم، اما به خاطر پیشرفت جامعه و رقابت های جامعه جهانی، زندگی آسان مردم، چیزی که آقای دادرس هم اشاراتی زیادی داشتن، گفتن قوانین اجتماعی و فرهنگی باید در جامعه نافذ باشه و پیشرفت ها که در دنیای امروزی هست باید مورد توجه باشه. اسلام در موردش چی میگه؟ ببینین، من قبلا هم گفتم که اسلام تمام ابعاد ما را بررسی کرده، ابعاد بشریت و مسلمان ها را. اسلام دینی ترقی است، دینی تعالی است، اسلام دینی اجتماعی است. امی تمام خوبی هایی که امروز ما در جامعه بشریت میبینیم یا در جامعه اسلامی میبینیم، ای به برکت علمی خوبی ها، به برکت دینی مبین اسلام است. ببینین، اسلام خداوند هدف از خلقت انسان ها را گفته، هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، شما را از زمین آفریده و مسئولیت آبادی عمرانی زمین هم به دوش انسان هاست. یعنی اسلام بلکه بشریت و مسلمان ها را تشویق و ترغیب میکنه به ترقی و تعالی. باید که ما مسلمان ها به علم دینی و به علم دنیایی مجهز باشیم. اگر جامعه اسلامی به علم دینی و دنیاوی مجهز نباشه، او یک جامعه عقب مانده است. و اسلام هم ببینید که طلب علم بر بالای مرد و زن فرض گفته، علم ضروری. علم ضروری که او علم ضروری چه درباره دین است و چه درباره دنیای ماست. مثلا ضروریات دنیای ما، قبلا جناب استاد گفت ما به طب ضرورت داریم، نه جامعه اسلامی به تکنولوژی فعلی. مثلا بسیار سهولت ها را امروز تکنولوژی فعلی اگر استفاده شود در چارچوبات مثلا شریعت غرای محمدی و مسئله کریمینالیستیک، گفت که این در قرآن کریم مسئله کریمینالیستیک، این امی شست انسان، امی بنده های انسان، پنجه های انسان، این ذکر است. اسلام دینی ترقی است، اسلام دینی تعالی است، اسلام دینی پیشرفت است، ولی اسلام یک حد و حدود برای مسلمان ها تعیین کرده. یعنی ما در چهار شوکات دینی مبین اسلام باید که همون زندگی خود به پیش بریم. یک مسئله را که جناب استاد گفت که سوی تفاهم نشود در باب در حد، مثلا اگر جرم به بال یک مسلمان ثابت شد در حد، با اونجا قرآن کریم میگه که شما را رحمت و شفقت و مهربانی نگیرن، باید که احکام خداوند تطبیق شود، تنفیذ شود. اما یک چیز دیگه است که اکثر در حدود عفو گذاشته آمده، و در چی در حد قصاص، در حد مثلا فحشا، مثلا ستر و پردگی آمده است. یعنی در مجموع گفته میتونیم که ملت افغانستان ملت مسلمان است الحمدلله، و ما خواهان تنفیذ احکام شریعت واقعی هستیم، ولی در زندگی اجتماعی ترقی و تعالی پیشرفت هیچ مخالفت با مزای دین اسلام ندارد. وقت ما کم است، حرف آخر 20 ثانیه. خب ما این شد، ما فقط نظر ما ایستن که حقوق اسلام مانند دیگه سیستمای حقوقی رومن و جرمنی کو کامن لا از خود سهای تطبیق داره، این قسم که نیست که نداشته باشه. ما با یک قسم اگر عمیقا کسی داخل شوه، او مخالف تکنولوژی امروز نیست، این مخالف سیانس نیست، مخالف طبابت نیست. بنا این ما هستیم که اگر از اسلام خوب معلومات نداشته باشیم، علم مقصر باشیم، تقصیر دو وقت ما هستیم که درست قضاوت کردن نمیتانیم. تشکر از حضور هر دو بزرگوار و همین ترتیب میرسیم به پایان فراخبر. از شما سپاسگزارم، وقت بخیر.